بروکسل امسال میزبان مجمع جهانی زنان آفریقا بود. همایشی درباره توانمندسازی زنان قاره سیاه. در این رویداد سران دولت‌ها، سیاستگزاران و سازمان‌های غیردولتی گرد هم آمدند تا راهی برای ایجاد تغییر در شرایط زنان قاره آفریقا ایجاد کنند. این همایش را مجمع جهانی کرانس مونتانا برگزار کرده. یکی از موضوعات مطرح شده در مجمع زنان آفریقا نحوه توانمندسازی زنان روستایی بود. ما زنان را ترغیب می‌کنیم که کشاورزی را نه فقط برای معیشت بلکه به عنوان یک کسب و کار دنبال کنند. می‌خواهیم پارادایم‌ها را تغییر دهیم و به زنان فرصتی برای مدرن‌سازی کشاورزی بدهیم تا بتوانند علاوه بر افزایش بهره‌وری درآمد هم داشته باشند. کشاورزی یکی از منابع اصلی ایجاد شغل در آفریقاست. 80% مواد غذایی را زنان تولید می‌کنند، در حالی که تنها 15% زمین‌های کشاورزی در اختیار آنهاست. یکی از راه حل‌های نوآورانه استفاده از کشاورزی عمودی است. در این روش 95% کمتر از کشاورزی سنتی آب مصرف می‌شود. کشاورزی عمودی به زمین احتیاج ندارد. تنها چیزی که لازم داریم فضایی است که بتوانید در آن کشاورزی کنید. وقتی یک یا دو زن چنین فضایی را در اختیار داشته باشند، می توانند خودشان مزرعه عمودی بسازند. در نتیجه مستقل خواهند بود که هم به نفع خودشان است و هم به نفع خانواده هایشان، چون راهی برای تأمین معیشت خانواده خواهند داشت. طبق تخمین بانک جهانی، ارزش تجارت کشاورزی تا سال 2030 در مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا به 1,000 میلیارد دلار خواهد رسید. بیش از 1/4 زنان کشورهای این منطقه در حال حاضر کارآفرین هستند. اما این زنان نمی‌توانند مشاغل خود را توسعه بدهند، زیرا بودجه کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند. گریس، وکیل بریتانیایی، معتقد است که برای حمایت از زنان آفریقایی باید از جمعیت مهاجر خارج از قاره کمک گرفت. او یک صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد کرده که آفریقایی‌های مهاجر پولی را که می‌خواهند برای خانواده‌شان بفرستند به این صندوق واریز می‌کنند. این پول سپس برای کارآفرینان حوزه‌های مختلف به مصرف می‌رسد. امروز در صنعت مد از طراحی و مدهای آفریقایی زیاد استفاده می شود. من به این نتیجه رسیدم که می توان با حمایت از طراحان مد آفریقایی کاری کرد تا طراحی هایشان را در قاره آفریقا ارائه کنند. در این صورت به طور بالقوه 50-100 فرصت شغلی ایجاد می شود. ما می خواهیم با حمایت از جامعه مهاجران آفریقایی در قاره سیاه تغییر ایجاد کنیم. تقویت روابط بین زنان کشورهای مختلف آفریقایی یکی دیگر از راه‌های توانمندسازی زنان در آفریقا است. اگر واقعا می‌خواهید به زنان آفریقایی کمک کنید، نه تنها باید به آفریقا بروید، بلکه باید به آنها در برقراری ارتباطات بین‌المللی، تبادل نظر و رشد شبکه‌شان کمک کنید. شرکت کنندگان مجمع زنان آفریقا به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی زنان آنها را به بازیگران قدرتمندی برای مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه تبدیل خواهد کرد.